генерал майор Нурали Шералиев, که در وقتش معاون سنگک سفاروف و سردار شتاب فرونت خلقی یکی از جانبهای جنگ شهروندی تاجیکستان و صلح‌های طولانی سردار ریاست بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود، شب 27 نوامبر در سن 70 از عالم چشم پوشید. یکی از نزدیکان گنرال به پایگاه خبری بامداد خبر داد که وضع سلامتی نورعلی شیرعلیف بیگاه 27 نوامبر بد شد و فشار خونش یک بار بالا رفت. گنرال را اهل خانواده زود از منزلش در جماعت روسیه به بیمارستان استقلال بردند، ولی متاسفانه به بیمارستان نرسیده تخمینا ساعت 8 بیگاه شنبه جان داد، گفت همصوبت بامداد. جنازه گنرال را برای دفن به زادگاهش نویه خوبالینگ فرستادند. نزدیکانش خبر دادند که نماز جنازه روز 28 نوامبر ساعت 13 در دهه لاهوتی نویه خوبالینگ برگزار می شود. نورعلی شیرعلیف 23 اپریل سال 1951 در خوبالینگ به دنیا آمده، رشته مکانیک دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. او سالهای زیاد در مؤسسه سلخوس تکنیک نویه خوبالینگ به حیث مهندس، سرمهندس و سردار این مؤسسه کار کرده، سال 1991 به مقام معاون رئیس نوره خوبالینگ رسید. نورعلی شیرعلیف ماه سپتامبر سال 1992 به صف فرونت خلقی یکی از طرفهای جنگ شهروندی تاجیکستان رسید و از جانب سنگک سفاروف معاون رهبر و سردار ستاد فرونت خلقی تعیین شد. گنرال سیدانبر کامیلوف در خاطره‌هایش می نویسد محض نورعلی شیرعلیف نفری بود که سنگک سفاروف را راهنمایی می کرد و از بسیار کارهایی که می توانستند آبروی فرونت خلقی را بریزند من میکرد. دیگران به نوشته گنرال کمالوف چنین جرأت نداشتند. بعد پیروزی فرونت خلقی نورعلی شیرعلیف ماه اپریل سال 1993 معاون وزیر مدافع تاجیکستان تعیین شد. گنرال سیدانبر کمالوف در خاطره‌هایش مینویسد که به نورعلی شیرعلیف برای خدمت‌هایش چندین منصب پیشنهاد شده بود، ولی او معاون وزارت مدافع را پذیرفت، چون که به گفته‌اش اکثر جنگیان فرونت خلقی به ساختارهای همین وزارت گذشته بودند. سال 1995 نورعلی شیرعلیف سردار ریاست بازرسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شد و 10 سال رهبری این نهاد را به عهده داشت.